همواره عزت روز سه شنبه آگهی روزانه پلیس در تلویزیون حکومتی ایران درباره فعالیت های فتا یا پلیس سایبری. پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات ناجا پلیسی است جدید و تأسیس که توانسته است احساس امنیت کاربران ایرانی در فضای مجازی را به نحو چشمگیری ارتقا داده. اما در سوی دیگر شهر تهران در بهارستان در مجلس شورای اسلامی جلسه ای برپا بود برای بررسی علت مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس در بازداشتگاه پلیس فتا. علی مطهری از نمایندگان اصولگرا اما منتقد دولت مصطفی محمد نجار وزیر کشور را برای پاسخگویی درباره مرگ ستار بهشتی بار دیگر به مجلس فراخوانده بود. سه‌شنبه بردنش، سه‌شنبه دیگر کشتنش، برای من آوردن. ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویسی که آبان ماه گذشته تنها 4 روز بعد از بازداشت شدن در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. مقام های پزشکی قانونی با تأخیر شکنجه و آزار دیدن او در زندان را تایید کردند. به گفته علی مطهری ستار بهشتی بیگناه بود و باید از مظلوم دفاع شود. این نماینده مجلس با این گفته که اگر مسئولان به این موضوع نپردازند مخالفان نظام همچون شیرین عبادی به آن میپردازد، از وزیر کشور رسما خواست از رهبر جمهوری اسلامی ملت ایران و خانواده ستار بهشتی عذرخواهی و رضایت خانواده او را فراهم کند. اما مصطفی محمد نجار از عذرخواهی سر باز زد و گفت که پرونده ستار بهشتی در قوه قضاییه گشوده است و تا نظر قضایی اعلام نشود عذرخواهی نمی کند. 5 جا تقریبا نوشتن که علامت کبودی وجود داره. از مرگ ستار بهشتی نزدیک به 6 ماه گذشته، اما مقام های قضایی درباره این پرونده هنوز تصمیمی نگرفتند. اما حاشیه جلسه سه‌شنبه، اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه که به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافته به علی مطهری تذکر داد چرا پرونده مخالفان را دنبال می‌کند، اما تا کنون پرونده دانشمندان هسته‌ای ترور شده را پیگیری نکرده. مطهری هم در پاسخ گفت ما باید از افرادی حمایت کنیم که حتی مردم جرأت حمایت از آنها را ندارند. نادر قاضی‌پور دیگر نماینده مجلس هم در دفاع از پلیس و انتقاد از علی مطهری گفت آقای مطهری علت مرگ ستار بهشتی را بهتر است از ملک الموت بپرسید. با اینکه علی مطهری از پاسخهای وزیر کشور قانع نشد، اما 134 نماینده رأی دادند که از پاسخ وزیر کشور قانع شدند و این به معنای ختم رسیدگی به پرونده ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی است. پیش از این رأی گیری برخی امیدوار بودند که با حضور وزیر کشور در مجلس چند و چون مرگ ستار بهشتی معلوم شود، اما چنین نشد. در ایران پلیس جمهوری اسلامی شماری از وبلاگ نویسان را در سالهای اخیر بازداشت کرده که برخی از آنها همچنان در زندان هستند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا،